پس از آن که ارتش خبر از بازپسگیری ولسوالی دولت آباد فاریاب از دست گروه طالبان داد، جنگجویان این گروه شامگاه روز چهارشنبه دوباره به این ولسوالی یورش برده و نبرد را دوباره آغاز کردند. در این یورش طالبان به نظامیان تلفات وارد شده است. به اساس ویدیوهای نشر شده از محل درگیری، 800 نیروهای ارتش دیده می شود که در محل نبرد باقی ماندند. سراب در این میان است؟ دینو، اول سراب نشان می دهیم. همین سراب است. این سراب است؟ این جنرال بازنشسته می گوید پسر دومش دگرمن سهراب عظیمی که در بست برید جنرالی کار می کرد در قربانیان است. ظاهر عظیمی می گوید بر بنیاد اطلاعاتی که به وی رسیده است 21 هم قطار دیگر سهراب عظیمی نیز در این جنگ جان باخته و 15 تن دیگرشان در دست طالبان است. یکی از روزها مهمی بود که اگر روز شهید میشه مرمی از پیش روی بخوره نیست پشت سر. این میشه رو بیمی. دیگه مکارم شد. خب وضعیت نظامی دیگه خوره شما میبینیم که چی وضعیت به افغانستان. ارتش تنها تایید میکند که سهراب عظیمی با شمار از همرزمانش در این جنگ جان باخته، اما جزئیات بیشتر نمیدهد. ضمن اینکه جنگ نیابتی است، بعضی کشورها در مورد دست پیشی میکنند و ما هم در داخل قطعات خود از اپراسیون های خوب نظامی استفاده نمی کنیم. از سوی هم نمایندگان مردم فاریاب حکومت مرکزی را متهم کرده و میگویند در حمایت و تجهیز نظامیان در میدان نبرد کوتاهی میکنند. در ولسوالی شیرین‌دگاب با تعداد 17 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند، اما تا کنون به خاطر انتقال و زخمی ها اقدامی صورت نگرفته است. سهراب عظیمی آموزش های نظامی خود را در امریکا فرا گرفته بود و 10 سال عضو نیروی ویژه ارتش بود.